قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می پذیرند. بحثی که امروز من مختصرم تقدیم خواهد کردم راجع به قرآن کریم و برنامه های قرآن کریم و ویژگی های قرآن کریم است. شاعری می گوید که الله اکبر ان دین محمد و کتابه اقوى و اقوى مقیلا لا تذكر كتب السوالف عنده طلع المصباح فأدفع القنديل. الله أكبر براستی که دین حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم استوارترین و دقیقترین دین خداوند متعال و کلام اوست. در مقابل قرآن نام از کتابهای دیگر اصلا نبرید، زیرا وقتی که فجر دمید بعد از او چراغ‌ها گل می شود. قرآن که آمد دیگه نام کتاب دیگری دیگه نباید به زبان گرفته شود. و شاعر دیگری از عرب می گوید که جاء النبیون بالآیات فانصرمت، پیامبران معجزات را همراه خود آوردند در حالی که با معجزاتشان در گذشتند. و جئتنا بحکیم غیر منصرمی، و تو با اتیا کتاب حکیم با ما اتیان کردی که او ختم شدنی نیست. آیاته کل ما طال المدى جددون، آیاتش هر قدر که زمان تجدید می شود تازگی و تراوت خود را می دهد. علامه بزرگ شرق او هم در باب کتاب الله جل جلاله چند نکته می دهد. می گوید که آن کتاب زنده قرآن حکیم، حکمت او لا یزال است و قدیم، چشمه اسرار تکوین حیات، بی ثبات از قوتش گیرد ثبات، حرف او را ریب نی تبدیل نی، آیه اش شرمنده تأویل نی، گر همی خواهی مسلمان زیستن، نیست ممکن جز به قرآن زیستن. یقینا که کلام الله جل جلاله همانا ستون فقرات امت اسلامی است که ما را به الله جل جلاله استوار نگاه می دارد و قامت امت اسلامی را نگاه کرده است. الله جل جلاله خود می فرماید که الف لام را، الله اعلم بمراده، احکمت آیاته ثم فصلت من لدن حکیم خبیر. هر آینه قرآن کتابی است که آیه هایش توسط الله جل جلاله استوار و مرتب گردانیده شده و سپس از جانب الله حکیم و آگاه شرح و بیان گردیده. جای دیگر الله جل جلاله در سوره مبارکه فصلت آیه 41 و 42 ارشاد می فرماید و انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه تنزیل من حکیم حمید. براستی قرآن کتاب ارزشمندی است، از هیچ جهت و نظر باطل در او راه ندارد و در آن راه پیدا کرده نمی تواند، زیرا از طرف جانب الله حکیم و ستوده نازل گردیده. لقد انزلنا الیکم کتابا فیه ذکرکم افلا تعقلون، یقینا کتابی را بر شما نازل کردیم که وسیله بیداری و رفعت شما را در بر دارد، آیا در آن نمی اندیشید؟ و قال الله عز و جل و هذا کتاب انزلناه مبارکن، این کتابی است که آن را نازل کردیم بسیار با برکت است، فتبعوه از آن پیروی بکنید و تقو و از مخالفتش دست بردار شوید، لعلکم ترحمون، تا مورد رحم قرار بگیرید. قرآن علما دو نظر میتن، بعض علما میگه که قرآن اسم مشتق است و بعض علما میگه که اسم غیر مشتق است.
او تعداد علمایی که میگه که قرآن مشتق است، باز میگن که از کلمه قرآ یقرأو قراءتن و قرآنن گرفته شده، مصدر به معنای اسم مفعول است، یعنی کتاب خواندنی. و جمع از علمامه که از قرع گرفته شده و تعداد عرب ها ایره میگویند که قرأت شیعه ای جمعتوهو، ما جمع کردم چیزی را، قرآن را. از خاطر قرآن میگوید که جمع کننده همه حقایق مادی و معنوی که جامعه انسانی به او ضرورت دارد در ایافت میشود. امام شافعی رحمت الله علیه میفرماید که قرآن اسم غیر مشتق است، یعنی اسم جامد است، اسم عالم است به کتابی که الله جل جلاله با آخرین پیامبر حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه و سلم نازل کرده است. و اصطلاحا جمع از علما تعریف میکنه که قرآن کلام رب العالمین است که توسط حضرت جبرائیل امین علیه السلام در مدت 23 سال بر قلب حضرت محمد بن عبدالله صلی الله علیه و سلم نجمن یعنی کم کم مطابق و حوادث نازل گردیده، در حالی که در سینه ها محفوظ است، در کتاب ها مستور است و به آن عبادت صورت می گیرد. این کتاب عظیم دارای ویژگی هایی است که ایش کتاب از کتاب دیگر همچو ویژگی ها همچو خصایص ندارد. بزرگترین ویژگی قرآن کریم کلام بودن رب العالمین است. قرآن کریم کلام رب العالمین است، کلام خالق آسمان ها و زمین است، کلام معبود بالحق است. و این ویژگی است که الله جل جلاله برای از این کتاب ارزانی داشته است. الله می فرماید که و انک لتلقى القرآن من لدن حکیم علیم، یقینا تو قرآن کریم را از جانب الله که حکیم و آگاه است دریافتی. در سوره مبارکه واقعه آیه 77 در اوجا می خوانیم انه لقرآن کریم فی کتاب مکنون لا یمسه الا المطهرون تنزیل من رب العالمین اف بهذا الحدیث انتم مدهنون، یقینا که قرآن کتاب عزت دهنده و کتاب با عزت است. انه لکتاب کریم، مسلما قرآن کتاب با عزت است. کریم صفت مشبه است، به معنای اسم فاعل و اسم مفعول اردویش ترجمه کرده میتونیم. انه لکتاب مکرم، انه لکتاب مکرم، یقینا قرآن کریم کتاب با عزت است، یقینا قرآن کریم کتاب عزت دهنده است. و اردو موضوع را در قرآن کریم با وجاهت و با صراحت ما شما پیدا کرده میتونیم. ایتو کتاب است که فی کتاب مکنون، در لوح محفوظ نگه داشته شده است. لا یمسوه الا المطهرون، دست نمی زند به آن مگر پاکان. تنزیل من رب العالمین، نازل کرده شده از پروردگار عالمیان است. اف بی هاد الحدیث انتم مدهنون، آیا در این سخنم شک میکنید؟ از کجوگیش میروید؟ الله جل جلاله این کتاب عظیم را برای از بسی که از طرف الله نازل گردینه، ربانیت از او ثابت شده برای مسلمان ها و خصوصا برای پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم دستور می دهد که و این احد من المشرکین استجارک فاجره، اگر یک مشرک خواهان ای شد که از تو پناه بگیرد به خاطر از اینکه قرآن کریم را بشنود، فاجره حتی یسمع کلام الله، تا اینکه کلام الله جل جلاله را بشنود. در این آیات ها و ده ها آیات دیگر تصریح بر این شده که قرآن کریم کلام رب العالمین است. این کلام از کسی دیگری یا از بشر و از مخلوق نیست. یکی از نبیها، یکی از زنان است که در خط عربی به اصطلاح تحقیق کرده و در خط عربی کتاب نوشته کرده. بناهن در جمله تحقیقات طبیعتا قرآن کریم را هم مطالعه کرد. بعد از اینکه مطالعهش کرد، صراحتا این نکته را میگوید که محتوای قرآن هر چیزی که باشد، زیرا خودش مسلمان نیست، هرگز ساخته و پرداخته بشر نیست. اگر قرآن
اگر قرآن از جانب الله جل جلاله نباشد و ایرا انکار بکنیم، پس معنایش ایست که ایرا شخص محمد جور کرده و شخص محمد را در چوکی خدایی باشانده، زیرا حضرت محمد که بشر رسول این کاری را کرده می نمیتاند. و یقینا ارگاه که شما متوجه شوید به این اساس میبینید که اگر قرآن کریم را آدم مطالعه بکن در ظاهرش یک اختلاف عجیبی در آیاتش دیده میشود، یک با شروع میکنه یک بحث را، با جای بجای اله میشه با بحث دیگر شروع میشود، یک نوع اختلاف عجیبی در این دیده میشود، در ظاهر همچو است، وقتی که داخلش شوی باز چنان نظم را در این میبینی، چنان دقت را در این میبینی که وادارت میکنه که سر تعظیم بگذاری. از طرف دیگری میبینیم که کلام رب العالمین است، عجیب ساخته شده است، هر کتاب نامش معلوم است که این کتاب در اینی فن نوشته شده، بنان کتاب کیمیا معلوم است، کتاب نحو معلوم است، کتاب صرف معلوم است، کتاب فقه معلوم است، کتاب جغرافیا و تاریخ معلوم است. وقتی که این نامش گرفتی با مو عنوان میخوانیشه، تو خود به خود میفهمی که دیگه چیز در این نیست، ولی وقتی قرآن کریم را خلاص میکنی، همه این علوم را در او پیدا میکنی، با وصف ازی که در ظاهرش غیر مرتب نشان میدهد، ولی با وجود از او چنان تراوت و زیبایی دارد که وادارت میکنه که بار بار بخوانی، وادارت میکنه که سر تعظیم بگذاری و وادارت میکنه که هر قدر عالم باشی باز بگوی که یک قطره بیش را از بیش نگرفتیم. این خودش دلیل بری است که این کلام اگر از بشر می باشد، این کلام را کسی اصلا یک دفعه مطالعه نمی کند، یک بارم کسی را نمی خواند، ولی با این حالتش می بینیم که هر روز تلاوت می شود و هزارها بار در روزانه ختم می گردد. بنابراین یکی از ویژگی های عمده قرآن کریم کلام بودن رب العالمین است، این که قرآن کلام رب العالمین است، سخن الله جل جلاله است، سخن مخلوق نیست. دوم ویژگی قرآن کریم مسئول بودن و محفوظ بودنش از تحریف است. در طول تاریخ کسی دری دست داده نمیتونه، با وصف ازی که دشمنان بسیار زیاد داره، با وصف که به میلیون ها پول مصرف میشد که قرآن کریم را تحریف بکند، قرآن کریم را از این حفظ و نگهداری که خدا ضمانتش کرده او را پایین بندازه، ولی چون این کاری صورت نگرفته، در حالی که کتب عهد قدیم و عهد جدید اردویش دستخوش تحریف شده، اردویش خود محققین و علما میگن که این کتاب ها اساسی از خود فعلا ندارد. میبینیم که بعد از اینکه مسلمان ها در باب کتاب های عهد قدیم و عهد جدید تحقیق کرد و اولین بار کتاب الملل و النحل نوشته شد، بعد از کتاب های دیگری هم در این باب تحقیق کردن، ولی کتاب بسیار زیبایی که دکتر بدران محمد بدران نوشته کرده در مورد سفرهای عهد قدیم دقیقا میگه که نسخه های عهد قدیم سه اساس دارد، یک نسخه ساموری است، دوم نسخه عبری است و سوم نسخه یونانی است. هر سه نسخه شکی بگذاری یکی با دیگر تضاد دارد، یک دیگر خود را نفی میکنه و نقائص و تضادهای متعددی در این باب عرض اندام میکند. عهد قدیم بازدارای چاپهای متعددی است، شما میبینید که یکی در اروپا در یک شهرش چاپ میشه، دیگهش در دیگه شهرش چاپ شده، دیگهش در شوروی چاپ شده، هر نسخش و هر مطبعش اختلاف دارد با مطابع دیگری، با چاپهای دیگری. اسفار عهد قدیم برداشته از حکایات و افسانه هایی است که خود به خود دروغ بودن از کتاب را و تحریف از این را با ما و شما عرضه می دارد. عهد قدیم از افسانه های جنسی مبتذلی که در حقیقت با مظاهر طهارت و تقدس دینی مخالفت دارد ای پر است. تا اندازه ای افسانه های خرافی وجود دارد که دانشمندان و علمای زیاد تعلیم و تربیه صراحتا خواسته که کتابهای عهد قدیم را در مدارس تدریس نکنین، در مکاتب ما تدریس نکنین، زیرا در اینجا اصلا ارزش اخلاقی را از بین میبرد. و همین نکته است که ما شما میبینیم که به اساس تحریفی که در این کتاب ها صورت گرفته و این مسائل جنسی مبتذلی در کتاب های دینیشان میاید، کل رهبری افلام ناروا و مبتذل سکس را ایره یهود به عهده دارد
و این کمپانی های یهودی است و اساس را که میبینی باز میبینی که در کتاب های عهد قدیم این در کتاب هایشان تذکر یافته است، بدان از جا اصل گرفته در فرع هم تطبیق میکند. در مورد انجیل اوجا هم باید بگویم که بعد از اینکه حضرت عیسی علیه السلام از با آسمان رفعت میکنه، حسب عقیده ما و شما مسلمان ها و حسب عقیده به اصلاح نصرانی ها که کشته میشد، بعد از او باز فورا کتاب انجیل دیگه وجود نداره، کاملا محو میشود. 300 سال بعد شاگردهش او را نوشته میکنه و حتی تعداد زیادی از محققین میگد که امین نسبتش به شاگرده هم درست نیست، زیرا شاگردان در 300 سال از بین رفتن، اونا هم آثارش وجود نداره. به هر صورت بیش از 70 اناجیل وجود داشت و هر انجیل تضاد داشت با انجیل دیگری. بعد از او باز کلیسا میشیند این چندین اناجیل را با 4 انجیل به اصلاح فرا میخواند و این 4 انجیل امروزی هم اختلاف دارد، یکی با دیگرش تناقض دارد، یکیش پیام دیگری خود را رد میکنه، در حالی که قرآن کریم محفوظ است و الله جل جلاله میفرماید نحن نزلنا الذکر و انا له لحافظون، ما قرآن کریم را نازل کردیم و ما نگهدارنده آن هستیم. و ایره ما شما میبینیم که هر قدر که دیگرها کوشش کردن و سعی کردن که قرآن کریم را تحریف بکنن، الله جل جلاله ایره نگاه کردن. ما چند وقت پیشتر را میبینیم که غوزه علمای خیلی هم خیستن که در این تحریف بکند و یک کتاب به نام کتاب فارسی نوشته کردن که قرآن کریم، الله جل جلاله رسوایش کرد و اعتقاد و باور ما بیسته که و علمی رقمه که قرآن اسم برای لفظ و برای معناست، یعنی تنها ترجمه قرآن نیست و تنها لفظم قرآن نیست، بلکه قرآن لفظ و معنا اردوش قرآن کریم است. یعنی به این معنا اگر ما ایتو بگیم که افلا ينظرون الى الناقه كيف خلقت، این قرآن کریم نیست، با وصفی که ناقه نام شطور است و صریح نص قرآن است که افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت، آیا نمیبینی با شطور که چگونه آفریده شده؟ تو امیک ابل را دور بکو و بگو افلا ينظرون الى الناقه كيف خلقت، قرآن نیست. چرا نیست؟ قرآن اسم برای لفظ و برای معنا است و قرآن و الله جل جلاله ای را ضمانت کرده و حفظش کرده از تحریف که هیچ کس نمیتونه دری دست بزند. چرا قرآن کتاب محفوظ است؟ دلائلش چیست؟ اول دلیلش حافظه قوی امت اسلامی است. الحمدلله خداوند متعال قرآن کریم را در جامعه نازل کرد که سینه های وسیع داشتند، حافظه قوی داشتند و انساب خود را دقیقا یاد داشتند و وقتی که قرآن نازل می شد با مجرد نزولش صدها صحابه ای را در سینه خود حفظ می کردند، صدها صحابه ای را به دیگران تعلیم می دادند تا در نمازهایشان خوانده شود. دوم کتابت بلا فاصله، انگامی که قرآن نازل می شد پیغمبر علیه السلام بیش از 40 نفر کاتبای وحی داشت و فورا برش می که این آیت را در فلانه سوره بعد از فلانه آیت پیش از فلانه آیت نوشته بکنین، بنان اصل اساس سینه ها بود و در پهلویش برای حفاظت قرآن کریم از کتابت هم استفاده صورت گرفت. سوم اساسش جمع قرآن کریم در زمان خلافت حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه است، به اندازه دقیق جمع شد که حضرت زید بن ثابت رضی الله عنه رئیس لجنه جمع‌آوری قرآن کریم بود، انگامی که خودش هم حافظ و 12 نفر دیگری که در این لجنه کار میکردن اونا هم حافظ بودن، ارگا کسی که آیه متبرکه ای را میآورد باز برش میگه که 2 نفر شاهد بده که تو ایر از مجلس پیغمبر علیه السلام گرفتی، 2 نفر شاهد بده. کل قرآن کریم را به این شکل جمع میکند. آخرین آیه های سوره مبارکه توبه میگه لقد جاءکم رسول از من انفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. اي آيات ماندا ميبينه كه صحابي جليل القدر ميايد حضرت خزيمه انصاري رضي الله عنه و اي آيات ها را پیشکش میکنه كه اني هم امرای ماست، بعد برش ميگه كه 2 نفر شاهد بده، ميگه كه ولسه ما شاهد ندارم، 12 نفر گواهی میداد که از این قبولش بکن. زید گفت چرا؟ گفت ما در مجلس پیغمبر علیه السلام نشسته بودیم، گفت یهودی به پیغمبر علیه السلام دعوا کرد که قرض مرا ندادی، پیغمبر خدا علیه السلام گفت که دادم برات،
بعد پیامبر رو انداخت به طرف ما و گفت که کی گواهی میداد که ما معامله از این را خلاص کردیم؟ کل ما چوب شدیم. گفت حضرت خزیمه دست خدا بلند کرد که ما گواهی میتم. برس گفت که تو چطور گواهی میدی در حالی که خبر نداری؟ گفت برس گفت که یا رسول الله، تو از آسمان به ما سخن میگویی، تو کلام رب العالمین به ما میگی، درو دروغ نمیگی، دیدار به یهودی دروغ میگی. بعد پیامبر خدا گفت که هر کس هرگاه خزیمه گواهی میدهد ضرورت به شاهد هم ندارد. بس امو خود خزیمه کفایتش میکند. در اینجا میبینیم که امی آیت ها را هم قبول میکند. و بعد از اینکه این کتاب نوشته میشود، نامش مصحف امام میشود و این مصحف امرای حضرت ابوبکر صدیق رضی الله عنه نگهداری میشود. در خلافت حضرت عثمان رضی الله عنه جمع قرائت و لهجه ها صورت میگیرد و این هم به خاطر اینکه عرب عجم ها در داخل اسلام شده بودند، به خاطر نگهداشت قرآن کریم از نظر لفظی جمع حکم به این میشد که لهجه های قرآن کریم باید با یک لهجه قریش گردانیده شود. بنان قرآن کریم محفوظ است از تحریف و ما شما این را عملا میبینیم. یکی از مسلمان ها با یکی از یهودی مسیحی ها مناظره میکند. بعد از گفتگوی زیاد تصادفا جانب مقابل سه نفر از مسیحی های هستند که هر کدامش به یکی از اناجیل معتقد است. بعد برش میگه که با کدام انجیل امرایتون سخن بگویم؟ با انجیلی که تو معتقد استی، با انجیلی که تو معتقد استی، و یا با انجیلی که پیش روی تو است؟ یکی به دیگر سعی کن، زیرا هر کدامش مختلف است. و اگر امرای ما گپ میزنین، هر جای در دنیا بگردین، با یک نفر بگو که بگو سوره فاتحه را، امی الحمدلله رب العالمین را بر تلاوت میکنه در حالی که زبرش زیر نخواد کرد. هر جای دنیا برو و بگو سوره اخلاص را برم تلاوت بکو، امی قل هو الله را بر تلاوت میکنه بدون از اینکه اندکترین تغییر را در یا احساس بکنه. ما با یک کتاب با شما میخوایم مناظره بکنم و شما با چندین کتاب، در حالی که هر کدامشان یک دیگه خود را نفی میکند. قرآن کریم کتاب محفوظ است. ایتو محفوظی است که یقینا انسان میبیند، درک میکنه که عظمت قرآن کریم در باب نگهداشت خودش چی دساتیر عجیبی را داره که وقت ما برش کم است. مثال حق جدا کننده حق از باطل. و قل جاء الحق و زهق الباطل این الباطل کان زهوقا. سوم ویژگی قرآن کریم معجزه بودن و جاوید بودن قرآن کریم است. معجزه جاویدی است. تا که دنیا است این معجزه است، در حالی که کتابهای دیگر یا معجزات انبیای گذشته علیهم السلام این کلش محدود به وقت بود یا به حیات امو پیغمبر تعلق داشت. پیغمبر که رحلت کرد بعد معجزه‌اش هم ختم شد. قرآن کریم کلام رب العالمین است، معجزه رسول الله صلی الله علیه و سلم است. کتاب روز قیامت امو تحدی خود را می ده، امو اعلام و مبارزه طلبی خود را دارد. می بینیم که این مبارزه طلبی ایتو نیست که مخالف به قواعد علمی بوده باشد، زیرا وقتی که ما مبارزه طلبی میکنیم یا معجزه بودن یک شی تثبیت میشود چند نکته ضروری است. اولی که کسی که میخواهد اعجاز را ثابت بکنه او باید مبارزه طلبی بکند، او باید تحدی بکنه، در حالی که قرآن کریم جاهای متعدد دشمنان خود را فرا خوانده که بیاین در مبارزه، بیاین مانند قرآن کریم را بیارید. بنان این اصل اعجاز در قرآن کریم محفوظ است. دوم، زمینه مخالفت باید موجود بوده باشد برای شخص، یعنی از نظر امنیتی جاده مقابل بتونه با صراحت در مقابل باید نعرض اندام بکنه و نظر خود را بده. قرآن کریم اموت یک جامعه را تقدیم داشت، حتی دست کفار و مشرکین بالاتر بود، با تمام قوت میتونست علیه قرآن کریم سخن بگوید و ایش نو تهدید برشان نبود. عین شکلش چنان
دست بالا داشتن که میتونستن با تمام قوت از فرهنگ و ثقافت خود دفاع بکنن. در اینجا هم قرآن کریم ولو که مسلمان ها ضعیف بودن ولی اونها را سه بار در مکه مکرمه فرا میخواند و برش میگه بیاین مانند قرآن کریم بیارین، ده سوره قرآن کریم بیارین، یک سوره قرآن کریم بیارین، امی رقم تنزیل برش قبول میکند. و سوم اصل برای اعجاز است که توانمند کسی بشر توانمندی از این را نداشته باشد که مانندش را بیارد. بشر باید قانع شود به عجزش. و عرصه نکته در قرآن کریم دیده می شود. ببینید الله جل جلاله مخالفان خود را در ابتدا فرا می خواند و می گوید که ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين. آیا میگن که قرآن کریم را پیغمبر خود ساخته است؟ دست ساخته پیغمبر است، دست ساخته محمد است؟ قل بگو ای پیغمبر فأتوا بعشر صور مثله مفتريات، بگو ده سوره را عمت که جور کرده شده باشد عمت شما هم بیارین. وادعوا من استطعتم، هر کسی که توان داری که داری که میزون همراه خود یک جای بکن یک جایش بکو. من دون الله بغیر خدا این کنتم صادقین، اگر راست میگوین. چقدر تحدی عجیب است، عجیب مبارزه طلبی است، برش وقت داده میشود، بعد سرشان گیج میشه، نمیشه با قرآن معامله بکنه، تنزیل میبخشد. نیه که ام یقولون افتراه قل فأتوا بعشر صور مثلی مفتریات، بگو ده سوره را بمانند قرآن کریم بیارید. در اولش برش میگه که بیارید بمانند قرآن کریم. در قدم سوم برش میگه که یک سوره را بیارین. و این کنتم فی ریب مما نزلنا علی عبدنا فأتوا بسوره من مثله وادعوا شهداءکم من دون الله ان کنتم صادقین فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس. اگر توانمندی از این را داشته باشید که مانند قرآن کریم آورده میتونین، پس یک سوره شا بیارین. و در حالی که شما و اعوانتان کلتان یک جا شوید بغیر خدا و چون این کاری را هم کرده نمیتونید. قرآن کریم تحدی میدهد و تحدی آخرش میگه که قل لئن اجتمعت الانس والجن على ان یأتوا بمثل هذا القرآن لا یأتون بمثله ولو کان بعضهم لبعض ظهیرا. بگو ای پیغمبر اگر جمع شود انس و جن به ای که مانند قرآن کریم را بیارن، آورده نمیتونن به مانند قرآن کریم، اگرچه بعضشان بعضی دیگر را کمک بکند، همکاری بکند. ای توان بشر نیست. پس دوم ویژگی و صفت خاص قرآن کریم همان معجزه بودنش است. و این اعجاز یک بحث بزرگی دارد. اگر خداوند متعال توفیق عنایت کرد که این بحث کاملا یک بحث یک هفته‌ای شود که در کل بخشایش هم از نظر لفظ اعجاز ثابت شود، هم از نظر معنایش اعجاز ثابت شود، هم از نظر علوم اعجاز ثابت شود، هم از نظر خبر از زمانه های بعدی است، از او که خبر میده از او طرف اعجاز ثابت شود، هم از نظر حفظش در سینه ها اعجاز ثابت شود. این کل مبادی است که ما وعده دقیق نمیتونم، ولی کوشش میکنم که خداوند متعال توفیق عنایت بکنه که امروز یک هفته اعجاز قرآن کریم را هم داشته باشیم و هر روز یکی از مبانی اعجاز قرآن کریم را توضیح بدهیم. چهارم صفت قرآن کریم آسان بودن قرآن کریم است. این کتاب بزرگی که چلنج میدهد، اعلام میکنند مخالفین خود را به مبارزه طلبی فرا میخواند، با وصف این حالتش میبینیم بسیار سلیس و آسان است. و چیزی با الله میفرماید ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. قرآن کریم را آسان کردیم. آیا پندگیرنده ای است؟ و آسان بودنش خال حمل ما شما میفهمیم که یک نفر هیچ الف بی تی سی را نخونده، با مجری که یک پاره قرآن کریم را میخونه بعد از استادش لهش میده خودش روان است، در حالی که دیگه کتابا را خوانده نمیتونه ولی قرآن کریم را خوانده میتونه. این در حقیقت اعجازش است. همین رقم آسان بودنش، هر کس در مجلس قرآن بشیند، در تفسیر قرآن بشیند، پروفسور هم باشد، بینوا را ایش نمیکند، یک چیزی برش میدهد. و یک آدم عادیه که اثر کوب اسلام پایین شده باشد، او را در مجلس قرآن بشان، بینوا را ایش نمی کند و او هم یک چیزی می دهد. قرآن عجیب کتابی است. با هر کس ولو هر قدر عالم باشد باز هم پیام خدا برش می دهد. الله می فرماید کتاب انزلناه الیک مبارک لیدبروا آیاته ولیتذکر اولو الالباب. کتاب ما نازل کردیم به سوی تو ای پیغمبر که کتاب بی‌نهایت مبارک است، با برکت است.
چرا لیدبرو تا که در این بیاندیشن لیدبرو آیات تا تدبر بکن در آیات از او و تا پند بگیرن از او صاحبان عقل خالص اولول الباب. اولول الباب الباب جمع لبیب است. لبیب خالص شعران میگه که کس چیزی دیگری با او گرد نشده باشد. بنان صاحبان عقل خالص که در اوج عصبیت و کینتوزی و دشمنی نباشد به قرآن مراجعه بکنن مفاهیم را میگیرد. پنجم صفت قرآن کریم و ویژگی قرآن کریم همان دایره المعارف دین است. اتو کتاب است که کل بخشای دین در اینجا است. کل بخشای دین قرآن دایره المعارف اسلام است. برنامه های آن را کلا در قرآن کریم شما میبینید. میبینید که مسائل عبادت در اینجا است، مسائل عقیده در اینجا است، مسائل خانواده در اینجا است، مسائل اصلاح شخص در اینجا است، مسائل اصلاح جامعه در اینجا است، مسائل وسیله‌ای که انسان را به خدا نزدیک میکنه در اینجا است. و به عبارت کوتاه بگیریم، این یک کتابی است که رابطه یک انسان را با خدا تنظیم میکنه، با خودت هم تنظیم میکنه و با مردم هم تنظیم میکنه. پس ببینیم که این یک کتاب در دنیا پیدا نمیشه که این کل مسائل بزرگ را در خود داشته باشد. قرآن کتاب است که همچو چیزی دارد. در عین آیات ها شما ببینید که بر سه موضوع فکر میکنند. در عین ورقی که تو تلاوتش میکنی در امو بیاندش رابطت با خودم تنظیم میکنه، با خودت هم تنظیم میکنه و با مخلوق هم تنظیم میکند. از این خاطر کتاب عجیبی است. قرآن کریم کتاب همه زمانه هاست. در قرن 21 هم ایتی کتاب مثل که نو داده شده باشد. در قرون اولیه هم می رقم پیام را داره. این شکلش که دوران جاهلیت را اصلاح کرد، جاهلیت قرن 20 را هم نسخه شفا است. اتو یک کتاب است. در هر زمان تطبیق می شود. زمانه ها ولو که از نظر تکنولوژی معاصر بلند می رود، ولی قرآن پیام جدید را برش می دهد. ارگاه پیام قرآن چنان پیام است که هیچ کس نمی تونه بگه که ما بری فعلا ضرورت ندارم. و نزلنا علیک الکتاب تبیانا لکل شیء و هودا و رحمتا و بشرا للمسلمین. و نازل کردیم بر تو ای پیغمبر کتابی را تبیانا لکل شیء، که به هر چیز ای رهنمود است، هر چیز را با واضح واضح بیان میکند. و هودا و مایه هدایت است، و رحمتا مایه رحمت است، و بشرا للمسلمین و مژده است برای مؤمنان. مسلمان را مژده میدهد، میگه وقتی که راه را برد نشان میتم، وقتی که هدایت برد میکنم، راهنماییت میکنم، وقتی که رحمت خدا بر روی تو نازل میشه توسط از این کتاب، بنان تو باید خوش باشی که نظام مستوز و این دنیا مستوز میشود و آخرت مستوز میشود. و الله جل جل جای دیگر میفرماید که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدى للناس و بینات من الهدى والفرقان فمن شهد منکم الشهر فلیصم. ماه مبارک رمضان ماهی است که قرآن دو نازل شده. انزل فی القرآن هدى للناس، ای قرآن مایه هدایت برای بشر است. و بینات من الهدى والفرقان و دلائل روشن از هدایت و وسیله جدایی از حق و باطل در این وجود دارد. پس هر کس که ما را میبیند، ما را مشاهده میکند جهت شکران از این کتاب، فلیصمه، باید روزه بگیرد. یعنی این روزه ما شما در حقیقت سپاسگزاری است که از الله جل جلاله میکنیم که خدایا تو به ما این کتاب را دادی که این کتاب همه حقایق به ما روشن میکند، همه روابط ما را تنظیم میکند. وقتی که چنین است، ولی میبینیم که این قرآن چی میخواهد، اهداف قرآن کریم چی است، برای چی نازل شده و چی میخواهد که باز ما بسازد و با کدام طرف ما شما را مسیر میدهد. قرآن کریم انسانها را به مبانی و آرمانهای دعوت میکند که بدون آن بشریت راه خیر و صلاح را جستجو نخواهد کرد، به خیر و صلاح هرگز نخواهد رسید. قرآن برای زندگی مسئول مادی و معنوی بشریت که عمدتا مقصد قرآن کریم امیست که امی زندگی مادی و معنوی تنظیم میکند، به خاطر از این نازل شده است. بناهن اول چیزی که قرآن سرزو ترکیز میکند اصلاح عقیده و فکر است. عقاید اصلاح میکند، فکر را اصلاح میکند، زیرا انسان کالبودش در حقیقت روان که اثر فکرش است. قرآن اولین پیام اصلاحیش برای اصلاح عقاید میدهد و این اصلاح عقاید را در سه محور سرش بحث میکند، هم در باب توحید، هم در باب رسالت و هم در باب معاد. این قرآن کریم کتاب است که مقصد اساسیش
کار اساسیش اصلاح فکر و عقیده انسان است، هم در باب خدا، هم در باب پیغمبران، هم در زندگی بعد از مرگ. این کاری است و این عنوان را انشاءالله فردا انشاءالله ما تفصیلی صحبت خواهد کردیم که قرآن کریم در سه مفهوم چی پیام بر ما شما میدهد و چطور مقصد را دنبال میکند. دوم، قرآن کریم هدف و مقصدش تبیین کرامت انسان و تثبیت حقوق از او هم در دنیا و هم در آخرت. اینو بگم، حقوق همه انسان چی است؟ شخصیتش چی است؟ شخصیتش را گرامی می‌دارد. الله جل جلاله می‌فرماید ولقد کرمنا بنی آدم، ما بنی آدم را عزت دادیم. بنان خود ذلیل نکو. یکی از ذلت امیست که انسان به غیر خدا سجده بکند. یکی از ذلت ایست که انسان خیر و شرش را در دروازه های دیگر جستجو بکند. الله می فرماید و اذ قال ربک للملائکه انی جاعل فی الارض خلیفه. بیاد در انگامی که گفت پروردگارت برای ملکه که هر آینه ما آفریننده هستم انسان را به حیث خلیفه در روی زمین، جانشین احکام، تطبیق کننده احکام الهی در روی زمین، احکام خدا را تطبیق میکنه. خلیفه الله جل جلاله است، پس چقدر بزرگ مخلوق است. از طرف دیگری چنان کرامت برش میداد که میگه این کل چیزایی که در دنیا تو مشاهده میکنی، در آسمان ها و ستارگانی که تو میبینی، این کلش در خدمت تو آفریدی. من انسان بنان جای خود را بشناس، عظمت خود را بشناس، تو کوچک مخلوق نیستی، این کل چیز در خدمت توست. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة. بگو کیست که معنا میکنه سر مسلمان ها، سر انسان ها، آنچه که خداوند متعال برای منفعت اینها آفریده. بگو اما آنچه که شما در دنیا میبینین از مادیات، از وسایل، ایره خدا بخاطر تو آفریده و از برکت تو کافر استفاده میکنه و در روز قیامت خاص از آن تو است. پس خدا انسان دوست دارد، انسان را عظمت بخشیده که کل چیز برش پیدا کرده. این میوه های مقبول شما سعی بکنین، این گله های مقبول تازه را شما ببینین، این حیوانات شما ببینین، این نعمت ها را شما ببینین، این کلش خداوند متعال در خدمت ما تو آفریده. بنان جایگاه خدا باید بشناسیم که ما حیوان نیستیم که فقط برای خوردن آفریده شده باشیم، ما از حیوانات نیستیم که برای شهوت آفریده شده باشیم، بلکه یک معنای دیگری است که توسط از این نعمت ها ما شما به اصل هدف که امان قرب خداوند متعال با او باید نائل شویم، او را باید به دست بیاریم. الله جل جلاله جای دیگری می فرماید که ببین انسان دارای چنان عظمت است که نباید قلدری و ملکی به یک دیگری بکند. یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى و جعلناکم شعوبا و قبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم. ای انسان ها، شما را از یک مرد و زن آفریدیم، بعد از شما را قبیله قبیله ساختیم تا یک دیگر خود را بشناسیم. یقینا که خوبترین شما پیش خداوند متعال متقی ترین شماست. در اینجا هم یک در حقیقت وقتی میگه خوبترین شما متقی ترین شماست، در اینجا هم کرامت است که خداوند متعال برای انسان بخشیده است. از طرف دیگر چنان انسان را آفریده که در همه حرکات و سکنات خود باید اما اصل تکریم را و عزت را باید فراموش نکنه. از این خاطر بر ما شما میفرماید که یا ای مسلمان ها لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم. او مسلمان بغیر خانه خود به خانه دیگه تو یک دفعه داخل نشو، داخل نشو. چرا؟ عزت صاحب خانه را باید نگاه بکنی و عزت خودم باید نگاه بکنی، زیرا تو را خدای کریم با کرامت آفریده. غیر بیوتکم حتی تستأنسوا و تسلموا علی اهلها، تا که اجازه بگیرین و سلام به خانواده پرتین. چرا این کار را میکنی؟ بخاطر که الله انسان را با کرامت آفریده، با عزت آفریده. تو به اعمال خودی را بی عزت نکو. پیغمبر علیه السلام جای دیگری میفرماید که بدترین انسان کی است؟ او انسانی که عزت دیگر را زیر پای میکند. پیغمبر علیه السلام میفرماید که لا تدخل الجنه من کان فی قلبه ذره من کبر. داخل جنت کسی نمیشه که در دلش ذره از کبر باشد.
صحابی میاد میگه یا رسول الله ان احدنا يحب ان يكون نعله حسن وملبسه حسن، یک ما دوست داره که لباس مقبول داشته باشیم، بوتای مقبول داشته باشیم. اها و کبرون امی کبر است، اگه خوب باشه خب ما ختم است. الله میگه نه، قل من حرم زینت الله التي اخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين امنوا في الحياه الدنيا خالصا يوم القيامه. هم خوبی ها رو ما برای شما آفریدیم، اما خوبی ها برای تو است. پس خی کبر چیست یا رسول الله؟ می کبر الکبر و بطر الحق و غمت الناس. کبر پت کردن حق است و تحقیر کردن مردم است. تو که مردم تحقیر بکنی، مردم کوچک بکنی، در حقیقت تو متکبر استی و الله جل جلاله برای متکبرین جای بر جنت برش نمیدهد. پس اینجا میبینیم که قرآن کریم انسان را عزت داده است، انسان را کرامت داده است و هیچ انسان حق ندارد که کرامت دیگر را زیر پای بکند. و از این خاطر است که حضرت عمر رضی الله عنه و حضرت عمرو بن العاص متومه که از کدام تاریخ بهتر مردم را اسیر و برده خود ساختند، در حالی که خداوند متعال اینا را از مادرشان که به دنیا آوردن اصیل بودن، آزاد بودن، با عظمت بودن. این فرقهایی که امروز در دنیا مشاهده می شود این اساس و بنیادی از طریق دین نداره. کلکم من آدم و آدم من تراب، لا فضل لعربی علی عجمی ولا لعجمی علی عربی ولا لأسود علی ابیض ولا لابیض علی اسود الا بالتقوى والتقوى ها هنا. پیغمبر به سینش اشاره میکند، این زبان بندی ها، این سم بندی ها، این حزب گرایی ها، این قوم گرایی ها، این به مسلمان نمیسازد. مسلمان را خدا به این پیدا نکرده، الله انسان را پیدا کرده که از این دنیا فراتر فکر بکنند. عجیب نیست ایزا شما یک بار دقیق شوین، در انسان را خدا پیدا کرده با عظمت، باز مسلمان را عظیمتر از همه مخلوق پیدا کرده. چرا؟ مسلمان که از تنها در قریه خود نمیبینه، تنها در ولسوالی خود نمیبینه، تنها در ولایت خود نمیبینه، تنها در مملکت خود نمیبینه، از دنیا هم فرا میرود، از دنیا هم بیرون میشود. اق انسان عظیم است و ای بیای بیای در قریه خود داخل شود، ای بیای بیای در قوم و زبان سمت خود داخل شود. از این خاطر پیغمبر خدا میگه اترک هذه نتن، ای چیزای بدبوی ترک بو که با عظمت و کرامت انسان سازگار نیست، که انسان کریم با چنین چیزا سر نمیخورد. و ما از این خاطر با صراحت میگیم که آنانی که به عصبیت دعوت میکنه، حسب حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم، مسلمان نیست و این صلا و صام، اگرچه نماز بخوانه و اگرچه روزه بگیرد و در قطار مسلمان ها خود استاده بکند. زیره دلیل شده نمیدانه که تو بگوی فلانه به زبانش دعوت میکنه، من دعوت میکنم. فلانه خو احمق شد، تو چرا احمق میشی؟ فلانه خو جاهل شد، تو چرا جاهل میشی؟ تو کسی هستی که معلم هستی و تو باید راهنمایی بکنی، او را به خطایش متوجه بکنی و برش بگوی که این رایی که تو میری به ترکستان است عزیزم، خدا تو را پیدا کرده که جنت ها را بگیری، که در اوجه یک قریه نیست، در اوجه چنان جای بزرگ است که اصلا نمیتونی آخرش را برش پیدا بکنی. تو را الله به جنت پیدا کرده، تو را به سرکای خامه پیدا نکرده. تو در اوجه متوجه شو، توی سرکای خامه را قیر بکن به دیگرها که دیگرها با عزت برود، ولو که از قوم تو نباشد، ولو که از زبان تو نباشد. قرآن به این ما شما را فراخوانده است. سوم نکته ای که قرآن کریم از مقاصدش او را عنوان میکنه، توجه انسان به حسن عبادت الله جل جلاله، خدا را خوب عبادت بکنه، و تحکیم پایه های پرهیزگاری و تقوا و بهداشت روح و طهارت از او است. این را باید نگاه بکنی. یکی از مقاصد قرآن کریم امی است و این چیز بسیار عمده، با تاسف که ما این را بسیار ضعیف فکر میکنیم. الله جل جلاله میفرماید یا ایها الناس، ای مردم، اعبدوا ربکم، پروردگارتان را عبادت بکنید. اعبدوا ربکم، پروردگارتان را عبادت بکنید. الذی خلقکم، اون ذات عظیمی که آفرید از شما را. والذین من قبلکم، و آنان را که پیش از شما بود، اونا را هم الله آفریده. لعلکم تتقون، تا از شر عذاب الله جل جلاله در ایمن شوید. از خاطر الله را عبادت بکنید. الذي جعل لكم الارض فراشا، ان عظیم ذاتی که
زمین را برای شما فرش گردانید و السماء بناء و آسمان را برای شما سقف ساخت و انزل من السماء ماء و از آسمان آب را نازل کرد فاخرج به من الثمرات رزقا لكم و انواع گوناگونی از میوه ها را برای شما بیرون کشید چرا و انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله اندادا وانتم تعلمون پس دیگه با خدا کسی دیگر را یک جا نکو باز نگو دیگه خدا کنه و سخی جان کنه استغفر الله این کار دیگه نگو خدا کنه فلان کنه باز دیگه سازاوار با تو نیست نگو که گوش شیطان کرد این با دین تو دیگه جور نمیاد تو مسلمان هستی موحد هستی یک تاپرست هستی وقتی که تو را الله پیدا میکرد در آفرینشش کی با خدا نقشه داده بود پدرت داده بود مادرت داده بود دشمن داده بود دوست داده بود هیچ کس به الله نقشه نداده بود الله این نقشش با خودش بود پیدا کرد عمرت هم ثابت نگاه کرده قد و قواره هم او برد داده صورت هم او برد داده وقتی رفتن تا متعین کرده وقتی آمدن تا متعین کرده همه چیز رو الله تعین کرده پس غیر خدا چی است و چی کار است که در وجود ما شما تصرف بکنه و حق تصرف را برای تو قائل شوی بنان خدا را به وحدانیتش بپذیرین و او را تنها و تنها عبادت بکنید الله می فرماید در سوره مبارکه احزاب آیه 70 و 71 یا ایها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ای مؤمنین اتقوا الله از خدا بترسید اتقوا الله از خدا بترسید و مخالفت امر الله جل جلاله را نکنید تقوا در حقیقت حفظ و نگهداشت است کرامت تا حفظ بکو عزت تا حفظ بکو در دروازه های دیگر سر نزن و قولوا قولا سديدا سخن محکم را همیشه بگو سخن محکم را همیشه بگو درست سخن بگو یصلح لكم اعمالكم تا به واسطه از او اعمالتان را خدا اصلاح بکند و گناهایتان را الله جل جلاله ببخشد الله جل جلاله می فرماید و تعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الاثم والعدوان و مسلمان یک دیگر را با خوبی ها با تزکیه با اخلاق با عادات نیک یک دیگر را کمک بکنین با گناه یک دیگر را تشویق نکنین با گناه یک دیگر را کمک نکنین این قرآن به این ما شما را فرا می خواند یا ایها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون و مسلمانا از خدا بترسید زیرا پیش خدا جانلوچ و پالوچ حشر میشی در اوجا باز نه پولیت است نه داراییت است هیچ کسی باز تو را کمک نمی کند از الله بترس که الله باز پرسانت می کند حق تقاتی براست ترسیدنش براست ترسیدنش همون حالت است که در وقتی که مرگ در جامعه باز میفهمی که من چقدر ضعیف هستم در وقتی که باز مریض هستی سر بالین افتیدی و دکتر فرا میخوانی باز او وقت میفهمی که چی گپ است و شخصیت اصلیم چی است نه از الله بترس براست ترسیدن ولا تموتن الا وانتم مسلمون و ما میرید مگر اینکه مسلمان باشید موحد باشید یک تاپرست باشید لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا من انفسهم يتلو عليهم اياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمه وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين یقینا که الله جل جلاله احسان کرده منت کرده بر مسلمانان اذ بعث فیهم رسولا چون پیغمبری را برشان برگزید من انفسهم از خود نسل خودشان من انفسهم از بزرگترین خانواده و پاکترین خانواده یتلو علیهم آیاته که بر ایشان میخواند آیات قرآن کریم را و یزکیهم پاکشان میکند روحش برش پاک میکند عاداتش برش پاک میکند و يعلمهم الكتاب والحكمه وتعليمشان ميدات قران والحكمه حديث وان كانوا من قبل لفي ضلال مبين اگر چه پیش از خود در گمراهی روشن بسر میبردند میرفتند به سنگ و چوب سجده میکردند با آفتاب و مهتاب سجده میکردند با بابانانک سجده میکردند ولی الله جل جلاله توسط از کتاب ایرا از این خرافات خلاص کرد از این خرافات خلاصشان کرد یک بار یک طرف انسان شد که با الله جل جلاله رابطه دارد اینو کات را وقتی که میبینیم بنان قرآن در حقیقت ما شما را به اصلاح فرا میخواند به تزکیه فرا میخواند به پاکی روح و طهارت روح ما شما را فرا میخواند چهارم مقصد قرآن کریم اصلاح ساختار خانواده است اما تو که میخواست فرد را اصلاح بکند میخواست خانواده را اصلاح بکند و یکی از عمده ترین اهداف قرآن کریم
و عمیق که از این طرف به طرف جامعه حرکت میکند. شک نیست که اساس خانواده همانا ازدواج مشروع است که قرآن کریم به او فرا میخواند و میفرماید و من آیاته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. از نشانی های الله جل جلاله یکی هم همیست که شما را آفرید برای شما از جنس شما همسران را برایتان، لتسکنوا الیها تا آرام بگیرید در نزد از اونها، لتسکنوا الیها و جعل بینکم موده و رحمه و در میان شما دوستی و رحمت را پیدا کرد. ایتو دوستی و رحمتی که یک زنی که قبلا نمیشناختیش با یک عقد نکاح آنقدر امینش میپنداری که کلیت ها را برش میسپاری، آنقدر دوستش میداشته باشی که بهترین طعام و لباس در خدمتش قرار میدی، آنقدر دوستش میداشته باشی که در دفاع از او خونی تمیدی. بنان الله جل جلاله چنان خانواده را برت میدهد و از بزرگترین نعمت الله جل جلاله بر مسلمانان یکی هم امیست. شما و شما حقیقت درک کردن نمیتونیم، چون الحمد جامعه اسلامی داریم. خب وقتی که به طرف اروپا برین بعد میفهمی که اصل گپ چی است. بعد اوجا میفهمی که نفر میگردد درش بگوی که برادر داری؟ گفت نه. پدر داری؟ نه. مادر داری؟ نه. فلانه کاکا داری؟ نه. ماما داری؟ نه. عمه داری؟ خیلی تو چی کار هستی؟ به اصلاح این رقم پیدا شده با هیچ کسی ارتباط نداره. بارها میمورد وقتی که جانش بوی میدهد با شاروالی او را از خانش بیرون میکشد. چرا خانه نیست؟ خانواده نیست؟ کل دانشمندای اروپا سرزی کار میکنه که چی کنیم که خانواده را ایجاد بکنیم، محبت خانوادگی را ایجاد بکنیم. اعتماد در خانواده نیست. یک نفر پولش است، شوهر در جیبش پول داره، به زنش نشان داده نمیتونه، زنش پول داره به شوهرش نشان داده نمیتونه، به بچهش نشان داده نمیتونه، روزها و سالها میگذره در یک دسترخان با اولادشان نمیشیند. بران قرآن کریم و دین مقدس اسلام ما شما را به یک خانه دعوت میکنه و تأکید میکنه که خانواده را نگاه بکنید و تأکید میکنه با کی عروسی میکنید و مواصفات چی باید باشد. قرآن کریم زن و مرد را از نظر ارتباط تنگاتنگ مانند یک لباس عنوان میدهد و میفرم هن لباس لکم و انتم لباس لهن. شما جایگاه یک لباس برای یک زن دارید و زنا جایگاه یک لباس برای شما دارد. بنان لباس خود باید پاک نگاه کنی یا نکنی؟ باید پاکش نگاه کنی. لباس تا باید از گل و از آلودگی نگاه بکنی؟ باید نگاهش بکنی. و هرگاه به لباس میتونی زندگی بکنی؟ نه. بنان نمیتونی. شما این حقوق است که قرآن کریم برای زن میدهد. آلی همیشه برای ما شما نشان میده اروپا که بیاین حقوق زن ایجاد بکنیم. اسلام که حقوق برای زن داده تا این امروز هم اروپا برش نداده. الله جل جلاله در صفات عباد الرحمن یکی هم امیر میگه که میگوین ربنا هب لنا من ازواجنا و ذریاتنا قرة اعین و جعلنا للمتقین اماما. عباد الرحمن بندگان برگزیده الله جل جلاله در دعاها و نیایشان با خداوند متامیر میگه یا الله به ما فرزندانی از ازواج ما نصیب بگردان که وسیله خونکی چشم ما شود. پروردگار ما را برای دیگه مردم به حیث ائمه و به حیث رهبران بگردان. ببین بازم از خانواده شروع می شود و اسلام یکی از مقاصد عمدیش امیست و دشمنان خدا می خواهند که این اساس و شیرازه را بنا عناوین مختلف از ما بگیرد. شما می بینید یک آنجا خانه ولی جور کرد به نام خانه امن. خانه امن نیست، خانه بی امنی است. زن مظلوم ناخبر افغان با شوهرش که کمک قال مقال بکنه خیالش میه که در این خانه ناامن خود رفتم شاید با امن شوم. با مجرد که میره هم ارزش های خود را از دست میدهد، هم ارزش یک والایی که یک زن داره باز او زن ندارد. بعد از او در عوام میماند و نمیفهمد که چی سرش میشود، با کدام طرف باید برود. کل کار سرزی شروست و کار میکنه دشمنان خدا، دشمنان قسم خورده خداوند متعال، اونا کار میکنه که از ما نظام خانواده را بگیرد و مسلمان ضروری است که در حفظ و نگهداشت خانوادهش کوشش بکند. از خاطر امین نظام خانواده است که الله میگه ولا تنکحوا المشركات حتى يؤمنن ولا أمة مؤمنة خير من مشركة ولو أعجبتكم. او مسلمانا به نکاح نگیرید زنان مشرک را. کنیز مسلمان بهتر از زن اصیل مشرک.
اگرچه حسن زیبایی از این زن مشرکه شما را به تعجب بیاندازد. ولا تنكحوا المشركين، بنکا ندهید دخترانتان را برای مردان مشرک، حتی یؤمنوا تا که ایمان بیارن. ولا عبد مؤمن خیر من مشرک، غلام مسلمان بهتر از مشرک اصیل. ولو اعجبكم، اگرچه مال و دارایی و زیبایی از این مشرک شما را به تعجب بیندازد. اولئک که یدعون الى النار، ای جماعه فرا میخواند شما را به طرف آتش. والله یدعو الى الجنة والمغفره، و شما را الله به جنت و به مغفرتش فرا میخواند. باذنه و یبین آیاتی للناس لعلهم یتذکرون. پیغمبر ما صلی الله علیه و سلم روز نشسته بود، حضرت فاطمه زهرا رضی الله عنها ای آمد به امهات المؤمنین، به یکیش گفت که یک تعدادی از غلام ها آمده به پیغمبر علیه السلام بگن اگر کدام غلام بر ما بدهد که این میچنه به ما دور بده و گندم ها را آرد بکنه. امی دوستایم اوله کده بخی. پیغمبر خدا علیه السلام وقتی که از این قضیه خبر شد، به خانه حضرت علی کرم الله وجهه به او طرف رفت، در حالی که حضرت علی رضی الله عنه استراحت کرده بود، بسر سینیش این پای مبارکش گذاشت و حضرت علی می که می سردی پای پیغمبر علیه السلام مرا بیدار کرد. بعد از باز بر ما گفت که چی می خواهید؟ غلام کار داریم؟ از غلام کده بهتر بر تو چیز نتون فاطمه، از غلام کده که بهتر باشد. گفت ما گفتم بتی شاید آرد بتا چی بتا؟ و بگو سبحان الله و بحمدی سبحان الله العظیم. این کلمه را تکرار کرده بود از غلام کده بر بهتر است. چرا این کلام است؟ میگه والدین در فکر آخرت فرزندش باید باشد. این دنیا 3 روزه و 2 روزه است. چی میکنین که دخترتان به اروپا میتین؟ یک انسانی که اصلا معلوم نیست و نمیشناسی، ولی اصلا در امریکا زندگی میکنه، در لندن زندگی میکنه، ترقی کده برش میتین، نه از اخلاقش خبر داری، نه از عقیدهش خبر داری، نه از فکرش خبر داری، ترقی کده دختر مسلمان تا به او میتین. یک بار خب بیاندش از خدا حیا بکن. پیغمبر خدا برات میگه که تو کار نکو، ایرا داخل میکنیم به طرف دوزخ. اوجا که بره و چی؟ نماز نمیخواند، اعمال خلاف میکند، خودش به تشویش میشود. پنجم چیز، ارائه یک جامعه نمونه به بشریت. قرآن کریم مقصدش ایست که یک جامعه نمونه را عرضه بکند. الله یکی از اهداف عمدیش امیست. الله جل جلاله میفرماید که هو سماکم المسلمین، حضرت ابراهیم علیه السلام شما را مسلمان عنوان داده است، من قبل و پیش از این و فی هذا و اکنون هم به امی عنوان ای مسلمان یاد می شوی. لیکون الرسول علیکم شهیدن، تا پیغمبر الگوی شما در همه قضایا باشد. و تکون شهدا علی الناس، و شما الگو باشد، نمونه باشد برای تمام مردم. اما تو خدا باید بسازی از نظر صداقتت، از نظر انصافت، از نظر عدلت. بناهن عدل و انصاف را باید رعایت بکنی. الله می فرماید یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین بالقسط شهداء لله ولو على انفسكم او الوالدین والاقربین. ای مسلمانان، کونوا قوامین، عدالت را پیشه خود بسازید و در اقامه عدل و انصاف بکوشید. عدالت را پیشه خود بسازید و در اقامه عدل و انصاف بکوشید. تو نگو که بگه ولا مرا چی، این کلمه را نگو. ایتو نگو که بز از پای خود، گوسفند از پای خود. بکش و عدالت را باید بیاری، تطبیق شریعت را باید بیاری، در مقابل منکرات باید استاده شوی. ولو علی انفسکم، اگرچه گواهیتان بر ضرر خودت باشه، او الوالدین یا بر ضرر والدینت باشه، او الاقربین و بر ضرر قوم اقاربت باشه، تو مسلمان هستی و نمونه داری از صحت عقیده و فکرت. دیگه جا می فرماید الله جل جلاله سوره مبارکه مائده آیه 8، یا ایها الذین آمنوا کونوا قوامین لله شهداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم على الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى. ای مسلمانان، همیشه استوار به حق باشید، استوار به انصاف باشید، گواهی دهندگان به انصاف باشید. ولا یجرمنکم، وادار نکند شما را، شنآن قوم، دشمنی قوم، الا الله تعدلوا، اینکه شما انصاف را رعایت نکنید. اعدلوا، انصاف را رعایت بکنید در قول و عملتان. هو اقرب للتقوا، این نزدیک است
به نگه داشت صیانت وجوه شما، صیانت آرمان شما و صیانت شخصیت و کرامتتان این کار را باید بکنید. رد عصبیت یکی از اهداف عمده است که تمثیل میکنه جامعه اسلامی را. الله جل جلاله میفرماید ان هذه امتکم امه واحده وانا ربکم فاعبدون. این امت امت واحد است، از پدر واحد، از مادر واحد، هیچ کس بر کسی دیگری برتری ندارد. ما پروردگار شماستم و تنها مرا عبادت بکنید. امت اسلامی چون امت نمونه است، بنان امر بالمعروف میکنه، منکرات را بر میدارد، هر کسی که غلط سرش انتقاد میکنه، ای که رئیس جمهور بوده باشه، ای که ملا بوده باشه، ای که عادی آدم باشد، هر کسی که انحراف میکنه مورد مؤاخذه امت اسلامی قرار میگیرد. و الله میفرماید کنتم خیر امت اخرجت للناس، شما بهترین و برگزیده ترین امت هستین که بیرون کشیده شدین برای هدایت مردم. تأمرون بالمعروف و تنهون عن المنکر، امر میکنین با کارهای شایسته و منع میکنین از کارهای بد. و تؤمنون بالله، تنها با قدرت الله جل جلاله و با حاکمیت او ایمان دارید. ای از اساس ما شما. خداوند مطلب ما شما توفیق را عنایت بکنه که ای اساسه که فعلا در افغانستان ضعیف است. هیچ کس امر بالمعروف نمیکنه. والله به اندازه ما ضعیف شدیم که در تکسی که میشینی اوجا خرافات را به اسلام میخوانه، یک نفر برش نمیگه وطن دار روزه است گلش بک احمق چیالا شروع کردی. ما شما میبینید که به اندازه ای ارزش امر بالمعروف در جامعه خود از دست دادیم که یک نفر غلط و رزیل میبینید که پشت یک دختر مسلمان چش کرده میرد، ده ها مسلمان تیر میشد، ده ها جوانای بسیار قوی تیر میشد، هیچ کس چیزش نمیگد، میگه ولی چی دغم خدا بندازم. در حالی که امت اسلامی یک جامعه با غیرتی است، یک جامعه عزت دار است، هیچ کس حق نداره که این کار غلط را بر مردم نشان بدهد. این علت از کجا سرش میاد؟ بخاطر که ما امر بالمعروف نمیکنیم. در خانه خود امر بالمعروف نمیکنیم. برای اولاد خود مسئولیت نانش داریم، لباسش داریم، بوتش داریم، خب مسئولیت ازیش نمیگیریم که در مسجد چرا نمیگیریم. خداوند متعال ما شما را تقویت بکند و الله جل جلاله برای ما شما ای توان را ببخشد که با قرآن زندگی بکنیم، مفاهیم قرآن کریم را بگیریم و در تعلیم قرآن کریم و نشر قرآن کریم و گسترش مفاهیم قرآن کریم و تطبیق شریعت خدا دی بکشیم و از ایش کس نترسیم. گپ خدا بگویم ولو که برای هر کس بوده باشد، ای حق را بگو ولو که تلخ بوده باشد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. بگو آیا کسانی که می دانند و کسانی که نمی دانند برابرند؟ همانا تنها خردمندان پند می پذیرند.